از سوی دیگر شبکه بین المللی حقوق و توسعه در ژنو طی بیانیه‌ای از دولت عراق خواستار دست برداشتن از ضرب العجله وستن اشرف شد و تاکید کرد تمامی عملکردهای دولت عراق در رابطه با اشرف و پرونده جنایی و پیگرد هر فردی را که دست داشتن او در نقض حقوق بشر یا نقض قانون حقوق بشر به اثبات برسد به جریان خواهد انداخت. انجمن بین‌المللی آزادی مظاهر در سوئیس دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل طی نامه‌ای به خانم نابی پیلای به لغو ضرب العجل مالکی و استقرار ناظران ملل متحد در اشرف فراخواند. پروفسور سر ریچارد رابرتس برنده نوبل پزشکی در سال 1993 در نامه‌ای خطاب به سفیر آمریکا در عراق بر نگرانی‌هایش در خصوص حفاظت و سلامت ساکنان اشرف تاکید کرد. تحسن و اعتراض ایرانیان آزاده در ژنو در هفته گذشته هفتمین ماه خود را پشت سر گذاشت. ایران اشرف آزادی، ایران اشرف دیمنده، ایران اشرف دیمنده، همچنین هموطنان آزاده در شهرهای لاهه، لندن، روم، اسلو، استکهلم، اتاوا، تورنتو، ونکوور و واشنگتن سلسله تظاهراتی به حمایت از مجاهدان اشرف برپا کردند.